نوبت به قرآن که میرسه همیشه مترجم. آیا سزاوار نیست که درباره قرآن مجید یک فکری بشه که هر کسی متصدی ترجمه نشه؟ یک مقداری از موارد ترجمه هایی که عجالتاً الان رایجه توی این مملکت از باب نمونه براتون بگم تا یک مقداری حواسمون جمع باشه. اولا خودمون تسرع نکنیم در ترجمه کردن، ثانیا هر ترجمه ای که به دستمون افتاد معتبر ندانیم، ثالثا بلکه این عرایض به گوش اون آیون برسه شاید اثری بکنه. بنده خودم به زحمتی که یکی از فضلا کشیدن خودم هم مراجعه کردم احتیاطا راجع به تفسیر دیگری و ترجمه دیگری که هم تفسیر و هم ترجمه است به نام آقای بهاءالدین خرمشاهی، مواردی را در اونجا که خیلی عجیب به نظر میرسه. بنده به صراحت عرض میکنم اگر کسی شیعی باشد و نسبت، یعنی ادعای تشیع بکنه و نسبت به ایمان ابو طالب علیه السلام تشکیک بکنه، این شیعی نیست. کائنا من فا این از خود من نقل کنید، اگر کسی کمترین تشکیکی نسبت به ایمان ابو طالب علیه السلام بکند، این شیعی نیست. درست شد؟ اونت سنی ها در قرآن مجید آیه ای را بر ابو طالب تطبیق میکنن، تفسیر میکنن. خب مرد فلان فلان شده، تو شیعی هستی یا سنی هستی؟ میگه که در ذیل آیه و هم ینهون عنه و ینعون عنه، سوره انعام آیه 26، بعضی از مفسران که یا میبودی زمخشری قرطبی از قول عطا و مقاتل این آیه را درباره ابو طالب می‌دانند که قریش را از ایذای پیامبر باز می‌داشت و سپس خود به حضرت نزدیک نمی‌شد و از او پیروی نمی‌کرد. دیگه هیچ هم نگفت غیر از این. دلم می‌سوزه، می‌خوام متانت را حفظ بکنم، می‌خوام متین باشم در چون سر درس انسان هرچی کلا انسان متین باشه بهتره دیگه، که البته خلاف متانت نیست اگر چیزی بگم، ولی باز خودداری میکنم. یکی از رفقای بزرگوار ما رو خان کاروانه رفته بود حج، میگفت کنار قبرستان حجون داشتم زیارت میخوندم، این وهابیه مامورای امر به نهی از منکرش اومد کتاب دعا از من گرفت، ورق زد ورق زد ورق زد ورق زد، رسید به زیارت ابو طالب، از میون دعا چند پاره کپ ریخ زمین پاشا مالید روش. گفتم چرا؟ گفت ابو طالب کافر مرده، مشرک مرده. گفتم نه داداش، ابو طالب مسلمان مرد، من تا یه گناه بزرگی داشت که هیچ کدوم از اصحاب اون گناه را نداشتن. گفتم آقا جون ابو طالب مسلمان بود، مؤمن بود، اما یک گناهی داشت که اگر اون گناه ها با تمام گناهان جن و انس برابری کنی این یکی سنگی تره و او اینه که بابا علیه. همین روز عاشورم امام حسین گفت چرا منو میزنید؟ گفتن چون پسر علی است. جالب این که آنقدر بر این مطلب اصرار و پافشاری دارند که گویا اعتقاد به کافر بودن آن بزرگ حامی رسول خدا یکی از ارکان دین و اعتقاد به آن لازم است. ای بار خوبم جان فدایت که این دیشت خونین از برایت، ابو طالب ابو طالب ابو طالب نوای قلب خون بارم، مدینه را غمین کرده، که سنگین از غم این دل، که دلها را حزین کرده، فراغت ای ابو طالب در این قلبم کمین کرده، سیاهی بر تن حیدر
جنوبی در زمین کرده. مرو ای باب خوبم جان فدایت، که این جیشت خونین از برایت. ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب. علا ای یار و محبوبم، چرا عزم سفر داری؟ بمیرم من که اندوهی دوباره بر جگر داری. نمیدانم ابو طالب از این حالم خبر داری. تو ای بر قلب من مرهم، چو نخلی و ثمر داری. مرو ای باب خوبم جان فدایت، که این دل گشت خونین از برایت. ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب. Straight Away TV.